شرح عربستان برای ترور قاسم سلیمانی فاش شد. در این ویدیو از گزارش‌ها درباره طرح عربستان سعودی برای ترور قاسم سلیمانی برایتان معلومات می‌دهیم. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع خود نوشته است که مقام‌های اطلاعاتی ارشد سعودی نزدیک به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سال گذشته میلادی در جلسه‌ای با گروهی از بازرگانان درباره امکان استفاده از شرکت‌های خصوصی برای ترور دشمنان ایرانی عربستان صحبت کردند. نیویورک تایمز نوشته است که اطلاعات مربوط به این جلسه نشان می‌دهد که مقام‌های سعودی بیش از یک سال قبل از کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی و همزمان با افزایش قدرت محمد بن سلمان در صحنه سیاسی عربستان، ترور دشمنان و مخالفان را در نظر داشتند. عربستان قتل آقای خاشقجی در کنسولگری سعودی در استانبول را به گردن عناصر خود سر انداخت و ژنرال احمد حسینی را در ارتباط با این پرونده از کار برکنار کرد. این گزارش تازه نیویورک تایمز میگوید این ژنرال در جلسه مارس 2017 در ریاض شرکت داشته و در آن جلسه تاجران حاضر طرحی 2 میلیارد دلاری را برای استفاده از شرکت‌های امنیتی خصوصی برای خرابکاری در فضای اقتصادی ایران ارائه دادند. بنابر این گزارش در جریان این بحث ها که در مجموعه ای از جلسات مطرح شده مشاور ارشد ژنرال اوسیری درباره امکان کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم صحبت کرده است. به نوشته نیویورک تایمز در دوره تشکیل این جلسات محمد بن سلمان، نایب ولیعهد و وزیر دفاع عربستان تلاش می‌کرد قدرت خود را تثبیت کند و مشاورانش را به تشدید فعالیت‌های اطلاعاتی و نظامی خارج از عربستان تشویق می‌کرد. این روزنامه به نقل از 3 منبعی که نامشان را نبرده گزارش داده است که در جریان جلسه مارس 2017 درباره طرح‌های مربوط به خرابکاری اقتصادی ایران، سعودی‌ها از بازرگانان حاضر درباره امکان انجام عملیات مرگبار هم سوال کردند و گفتند که علاقمند به کشتن مقام‌های ارشد ایران هستند. نیویورک تایمز میگوید نام قاسم سلیمانی در جلسات مقام‌های سعودی با بازرگانان مطرح شده است. بنابر این گزارش افراد حاضر دچار تردید شده و گفتند که باید با وکیلانشان صحبت کنند، هرچند یکی از آنها شرکتی را در لندن برای انجام این پروژه به سعودی ها معرفی کرده است. به گزارش نیویورک تایمز بازرگانان حاضر در این جلسات کمپین های بلند پروازانه ای را علیه اقتصاد ایران در نظر داشتند، شبیه آنچه آمریکا و اسرائیل برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران اجرا می کردند. از جمله برنامه‌های آنها افشا کردن منابع مالی نیروی قدس سپاه در نقاط مختلف جهان، ایجاد حساب‌های قلابی در شبکه‌های اجتماعی به زبان فارسی و با هدف تشدید نارضایتی در ایران، تأمین مالی گروه‌های مخالف حکومت ایران عنوان شده است. تا هنوز دولت ایران در این مورد هیچ واکنشی از خود نشان نداده است.